موقعی که در رابطه با نورپردازی ویدیوها سوال میپرسن، شاید یکی از پرکاربردترین و پرتوصیه ترین حالتهای نورپردازی در ضبط ویدیوهای ما نورپردازی سه‌نقطه‌ای. نورپردازی سه‌نقطه‌ای در حقیقت همون جوری که از اسمش مشخصه، ما از سه تا منبع نور استفاده میکنیم برای طراحی یک نوری که مد نظرمون هست توی ویدیوها. توی این حالت دو منبع نور اصلی جلوی سوژه قرار میگیره و یک منبع نوری به عنوان بکلایت در پشت سر سوژه قرار میگیره که میتونه در نهایت این اتفاق رو به وجود بیاره که یک طراحی نور خوب و استانداردی رو داشته باشیم. چند تا نکته در رابطه با نورپردازی سه‌نقطه‌ای باید خدمت شما بگم. ما توی نورپردازی سه‌نقطه‌ای یک نور اصلی داریم به اسم نور کیلایت و یک نور فرعی داریم به اسم نور مکمل. کارکرد اینها به این ترتیبه که ما با منبع نوری اصلی خودمون، یعنی اون کیلایت که شدت نور بیشتری داره، نور رو به سمت سوژه میتابونیم و با نور تکمیل کننده سایه‌های ایجاد شده از منبع نوری اصلی خودمون رو میپوشونیم و سعی میکنیم که اونها رو برطرف کنیم. کار بکلایت هم که در پشت سر سوژه سمت راست یا چپ قرار میگیره اینه که بتونه سوژه رو از زمینه مجزا کنه و اون رو برجسته تر توی تصویر به ما نشون بده. این یکی از پرکاربردترین حالتهاییه که در تمام توصیه هایی که برای نورپردازی میشه به عنوان اولین پیشنهاد نورپردازی سه‌نقطه‌ایه. این رو اگر خوب یاد بگیرید میتونید تصویرهای استانداردی با جذابیت خوب داشته باشید. محل قرار گرفتن دوربین، سوژه و سه منبع نوری ما در طراحی نور سه‌نقطه‌ای به این شکله که ما همچنان باید سوژه رو روبروی دوربین قرار بدیم. نور اصلی ما با زاویه 45 درجه سمت چپ یا راست نزدیکتر به سوژه قرار میگیره و نور مکمل در زاویه مخالف نور اصلی، یعنی روبروی سوژه، باید قرار بگیره اما یک مقدار دورتر که کمک کنه که اون سایه هایی که نور اصلی به وجود آورده رو برطرف کنه. نور بکلایت ما در زاویه روبرو و مخالف نور اصلی باید قرار بگیره که این کمک میکنه که سوژه رو بتونیم از زمینه مجزا کنیم. در رابطه با شدت نور این نورهای سه‌نقطه‌ای باید بگم که نور اصلی ما شدت نور بیشتری از دو منبع نوری دیگه ما داره. نور مکمل ما باید تا مقداری تنظیم بشه که بتونه این سایه ها رو پر کنه و نور بکلایت ما نور نسبتاً شدیدیه که اون رو باید طوری تنظیم کنیم که یک مقداری از سر و شونه مخاطب و سوژه رو بتونیم توی دوربین مشخص کنیم و یک مرز زیبایی رو برای سوژه به وجود بیاریم که بتونیم توی زمینه اون رو برجسته‌تر نشون بدیم.